أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتغني بالهدى وألهمنا التقوى. بحثمون درباره بود که دو سه دقیقه راجع به آرامش یه نکته بگم. نکات زیادی گفته شد تو این سه چهار دقیقه. من میخوام بگم اگر محاسباتمون عمیق و دقیق باشه آرامش پیدا میکنه. این دو سه دقیقه رو خواهش میکنم زیادی گوش بدید، چون انسان بر میخوره به آدمایی که تو محاسباتشون اشتباه میکنن، بعد همه چیزی به هم میخوره. ببینیم برنده افراد دیندارن یا افراد لاابالی. ما یا دنیا داریم یا آخرت، دیگه غیر دنیا و آخرت که. افراد متدین چون کاراشون بر خدا هست، آخرتشون 100% تأمینه. اما دنیاشون نه، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه. خیلی متدینین دنیا 1001 گرفتاری دارن، بعضی متدینین هم بعدش خوبه. پس میتونید تو ذهنتون یه فرمول ریاضی حساب کنید. آخرت بینها، اونا که گرایش معنوی دارن و متدینه، آخرتشون 100%، دنیا 50%. شاید خوب شد شاید خوب شد، پس رو هم میشه 150. اما افراد لاوالی آخرتشون صفره. دنیا میتون نیست که چون لاوالی خوب باشه. خیلی آدم های لاوالی دنیا دوچار 1000 نکبزه. دین نداره، دنیا هم نداره. پس آخرت صفر، دنیا شاید خوب شد شاید خوب. پس شاید رو میگیم 50%، 100% رو حساب دو. یه بار دیگه با من بیایید. افراد متدین، افراد متدین آخرتشون 100%، دنیا 50%، جمعا میشه 150. افراد لاابالی دنیاشون آخرتشون صفره، دنیا 50%. عقل میگه کدوم ها بریم، مذهبی باشیم یا لاابالی؟ اینا با یه فرمول عقلی استدلال منطقی میتونیم بگیم مذهبی برنده است. آخرتش 100%، دنیا شاید خوب شد شاید خوب شد، دنیا میگیم 50%. آخر 100%، دنیا 50%. افراد لاابالی آخرتشون صفر، دنیا هم شاید خوب شد شاید خوب نشد. از اونا 50%، اونا 150%. کی برنده؟ اگر این محاسبات رو ایرقیم انجام بدیم یه آرامش پیدا میکنیم، قصه نمیخوریم. خیلی جا رو محاسبه، با محاسبه مغلطه. خب این یه مسئله. مسئله دیگه این که ما باز در محاسبات میگیم اگر پول دار بشیم وضعم خوبه. بلی قرآن ما میگه نه، به بعضی ها پول میدیم که تا بسوزونیم اینا رو، وضع مالیشون حسابه مرفه میکنیم در رفاه کاملا. یرید الله لیعذبهم بها، یعنی با همی پول میسوزونیمش. یعنی اگر زندگیش این طور نیست که هر که بعدش خوبه. یه قصه براتون بگم. حضرت داشت میرفت با جمعیتی تو بیابون، به یک خیمه رسیدن، مقداری گوسفند و میش و اینها بود و هدفم بود از این شیرها به ما میفروشی؟ گفت نه. گفت خدا خیلی بد بده. رفت یه خیمه دیگه، یه کسی بود مقداری گوسفند و میش و اینها داشت، گفت شیر به ما میفروشی؟ گفت بله. خرید. بعد گفت خدا به اندازه کفاف بد بده. اصحاب گفتن یا رسول الله، اونی که شیر بد نداد گفتی خدا خیلی بد بده، اونی که بد داد گفتی خدا به اندازه کفاف بد بده. حضرت فرمود به اون نفرین کردم، مال زیاد. شما فکر کنید تاجرها و پولدارها آرامش دارن؟ تو نیست. تو حساب محاسبات اگر ما مواظب باشیم بدیم آرامش کجاست. خب این جلسه تا اینجا بسه. و السلام علیکم و رحمت الله.